گزارش هایی که از آلودگی مین های ضد نفر منتشر شده نشان می دهد که به دلیل تداوم جنگ های داخلی و منطقه‌ای در قاره آسیا، آفریقا و اروپا، مین های ضد نفر همچنان از نظامیان و غیر نظامیان قربانی می گیرد. این بار گزارش یونیسف از میانمار هم حکایت از تلفات ناشی از این پدیده دارد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم ببینیم. آژانس کودکان سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد که درگیری‌ها در کشور فقیر میانمار بیداد می‌کند و تعداد تلفات غیر نظامیان از جمله کودکان که در اثر مین‌های زمینی و مهمات انفجاری در میانمار کشته یا مجروح شده‌اند در سال گذشته بیش از دو برابر شده و به 1052 نفر رسیده است. یونیسف در این زمینه گفت که مین‌های زمینی و بقایای مواد منفجره جنگی باعث افزایش 270% تلفات در سال 2023 شده که شامل 188 کشته و 864 زخمی در مقایسه با 390 مورد تلفات در سال 2022 می شود. طبق این گزارش کودکان بیش از 20% از قربانیان مین‌های زمینی را در سال گذشته تشکیل دادند. میانمار از زمانی که ارتش قدرت از دولت منتخب در کودتای سال 2021 گرفت و به گام‌های اولیه در این کشور برای حرکت به سوی دموکراسی پایان داد، دچار آشوب شده و این درگیری‌ها میانمار را به یکی از آلوده‌ترین کشورهای جهان به مین تبدیل کرده است. در چند سال گذشته از به هم پیوستن گروه‌های غیرنظامی مسلح با گروه‌های مسلح قومی قدیمی برای مقابله با ارتش این کشور اتحادی شکل گرفته که حکومت نظامی در میدان جنگ طی حملات گسترده توسط این گروه‌های شورشی که از اکتبر تشدید شده است تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار گرفته است. یونیسف تصریح کرد مین‌های زمینی و سایر مهمات انفجاری توسط همه طرف‌ها در تشدید درگیری‌ها مؤثر بوده و به شکل بی‌رویه‌ای استفاده می‌شود. گفتنی است که سخنگوی حکومت نظامی به تماس رویترز برای اظهار نظر در این خصوص پاسخ نداده است. دبورا کومینی، مدیر منطقه یونیسف در شرق آسیا و اقیانوسیه در این زمینه گفت: استفاده از مین‌های زمینی نه تنها مذموم است، بلکه طبق قوانین بشردوستانه بین‌المللی غیرقانونی نیز می‌باشد. بر اساس داده‌های یونیسف، مرکز کشاورزی ساگینگ بیش از 35% از کل تلفات ناشی از مین‌های زمینی را در سال 2023 به خود اختصاص داده است. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه.